به نام خدا. سلام، خوشحالم که باز در خدمتتون هستم برای گپ و گفتگو با یک هنرمند و استاد. سینمای ما 50-60 سال قدمت داره. حالا که دقیق نمیگم تاریخشو، برای اینکه بحث سینما امشب نداریم. این سینما در این مدت ادوار مختلفی رو طی کرده، خوب بوده، بد شده، دوباره خوب شده، متوسط شده، ولی در این 10-15 سال اخیر خیلی تفاوت کرده، هم از نظر تکنیک، هم از نظر هنر، چه بازیگری، چه کارگردانی، هم از نظر موسیقی متن. ما سالها پیش موسیقی متن نداشتیم، چند نفر بودن، خیلی تبحر داشتن در کارشون، موسیقی های فیلم های خارجی رو برمی‌داشتن، با صحنه های فیلم ایرانی جور می‌کردن، خیلی استاد بودن، ولی خب بالاخره یه کاری بود که پسندیده نبود. حدود 20 سال پیش یکی دو نفر برای یکی دو تا فیلم باز یه موسیقی متنی ساختن، ولی چون هنوز باب نشده بود در جا خفه شد و صداش هم در نیامد و استقبالی هم نشد. ولی در سالهای اخیر، در این 14-15 سال، اساتیدی آمدن این کارو میکنن که واقعا قشنگ درست میکنن، واقعا میفهمن این کارو، و کارهاشون رو دیدیم، گفت که آفتاب آمد دلیل آفتاب. حالا من زیاد توضیح نمیدم، فقط میپردازیم به معرفی یکی از این اساتید که کارهای درخشانی در این زمینه کرده که از زبان خودش بشنویم بهتره. استاد بابک بیات، سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم، ممنونم که منو قابل دونستید. من شایستگی این همه تعریف رو ندارم، این محبت شماست و من هم سعی کردم که همیشه نوعی کار کنم که توی کار خودم حداقل در هر کاری یک قدم جلوتر بگذارم و به هر صورت رعایت احساس و رعایت تصاویر. اگر بیوگرافی خودم رو از نظر موسیقی فیلم و شروع کارم رو بخوام به اصطلاح صحبت کنم و شرح بدم، جمله‌ای که شما گفتید بسیار درست و بجاست، یعنی که بعد از انقلاب توی این 15 سال اخیر موسیقی فیلم سیر صعودی داشته و مخصوصا تا سال 70 بسیار پیشرفت کرد، سال به سال جلوتر می‌رفت. از سال 70 یک مقدار من فکر می‌کنم موسیقی فیلم توی مملکتمون پس رفته، که دلایلی دارم که اگه جاش بود صحبت میکنم. حالا بخواییم از پیشرفتاش بگیم، بعد اون لاهام یواشکی پس رفتش رو بگیم که نه به کسی بر بخوره نه ادامه پیدا بکنه. شما اولین کار سینمایی که کردید موسیقی متن برای چه فیلمی بود و به دعوت چه کسی؟ اولین فیلم سینمایی که تقریباً به طور حرفه‌ای کار کردم همراه با استاد عزیزم و زنده‌یاد واروژان بود، خدا رحمتش کنه. فیلمی بود به نام غریبه که کارگردان اون آقای شاپور غریب بود که من ترانه‌ای توی اون فیلم ساختم،
اجرا شد. آقای روبیک منصوری که من فکر میکنم که توی جملاتتون شما یادی از ایشون کردین. بله که ایشون با موسیقی های خارجی سالهای سال موسیقی متن میساخت برای فیلم. بله و واقعا هم تبحر داشت چون ایشون چند سالی در هنرستان عالی موسیقی به اصطلاح تحصیل موسیقی کردن. بعد وقتی ما این ترانه رو به آقای روبیک منصوری دادیم گفتن که من به اصطلاح این ورانور این ترانه موزیک خارجی نخواهم گذاشتونه، حیفه. بعد ما ملودی همون رو دوباره استاد واروژان ارانجمان کرد و به صورت موسیقی متن برای یه فیلم اجرا کردیم. این البته نمیشه گفت کار حرفه‌ای، صرفاً موسیقی متن نبود، اما شروع کار من از اینجا بود. به طور جدی من فیلم خورشید در مرداب رو کار کردم که توی اون ترانه جنگل اجرا شد و فیلم شب آفتابی که ترانه عروسک اجرا شد. بعد به صورت موسیقی که صرفاً موسیقی متن من کار کردم، اگه فراموش نکرده باشم سال حدوداً 51 بود که فیلم برهنه تا ظهر با سرعت مرحوم خسرو حریتاش رو کار کردم. بله اون موقع جوانی بودیم که خب هنوزم جویای نام و جویای این هستیم، جستجوگر کار خوب هستم، اما اون زمان واقعا جوان بودیم و جویای نام و ایشون هم ضمن تحصیلات کارگردانیشون در آمریکا چند واحدی هم موسیقی خونده بودن و کاملا اشراف داشتن به کار موسیقی. خب با اون وسواس خاصی که ایشون توی زمانگیری و سینک موسیقی و مفاهیمی که موسیقی باید با تصاویر و می داشت و ارتباط موسیقی و تصاویر، بسیار برای من یه تجربه بسیار بسیار ارزنده بود. خیلی ها تصور میکنن که 2 ساعت فیلم در 2 ساعت ساخته میشه. خیلی ها فکر میکنن که موسیقی متن سازندش میاد فیلم رو میبینه، همون آن میشینه فیلم رو داره جلوش تماشا میکنه و پیانوی چیزی میذاره و میزنه و تموم شه میره. اما نه، خیلی مسائل هست. از زبان خود استاد بابک بیات میشنویم که برای ساخته موسیقی متن چه مراحلی رو طی میکنن. از ابتدا برای ما بگن ولی به صورت مجمل. ممنون از شما که واقعا به نکته بسیار زیبا و خوبی اشاره فرمودین. در شروع کارگردان، البته بهتر اینه که در شروع کارگردان سناریو رو در اختیار ساز بگذاره. بعد از مطالعه سناریو، خب سبک کار من اینه که به اصطلاح حالا فکر میکنم که اون کسانی که برای موسیقی متن ارزش‌های خاص رو واقعا در هر کجای دنیا قائل هستن، من فکر میکنم بدین گونه شروع میکنن. البته بهترین کارهای جهانی رو که ما در این چند دههی که به اصطلاح من با تجربه اندکی که دارم یا سراغ دارم، بهترین موسیقی متن آقای نوذری همیشه اونهایی بوده که کارگردان با یک آهنگساز چند کار پی در پی رو کار کرده. یعنی بعد از کار اول تونستن که اون رابطه احساسی رو کاملا با هم برقرار کنن. خب توی این راه همیشه از بناهمن هیچکاک و نینو روتا و فیلینی و خیلی از تیم‌های اسپورت که بهترین کارا رو در سینمای جهان داشتن. بعد از اینکه سناریو در اختیار آهنگساز قرار میگیره، آهنگساز سناریو رو میخونه، اون رابطه احساسی که سناریو با آهنگساز برقرار میکنه، من فکر میکنم خب جایز میدونم که اون لحظه از احساس خودم کمک بگیرم و اون اثری که سناریو روی من میگذاره، تم اصلی فیلم رو اگه بتونم اون لحظه بسازم. و این کار کردم. بعد از اون تصاویر رو وقتی من میبینم، فکر میکنم که خب و زمانگیری میکنم و تبادل نظر با کارگردان، بعد میسنجم ببینم اون تم اولی که ساختم حالا به درد میخوره، یعنی میتونم از اون
به اصطلاح با بست و گسترش اون موسیقی رو بسازم، یا اینکه نباید؟ چون موسیقی فیلم شما بهتر میدونید بر اساس تصاویر و برای بافت تصاویر، بافت هارمونی موسیقی با بافت تصاویر و صداها مثل یک مونتاژ کنسپوانتیک، یعنی اینا همه به طور موازی صداها، دیالوگها، بله، افکت فیلم، همه به طور موازی که به اصطلاح این سبک از زمان ایزنشتاین اومده، میگه مونتاژ کنسپوانتیک. آقای بیات، ما تو فیلم شاهد این هستیم که در دو ساعت فیلم یک ملودی چند جای فیلم تکرار میشه. چند مثلا یک جای درام چند جا داره همون ملودی اجرا میشه، یا یک جاهای خشن یه موسیقی خاصی چند جا که این صحنه‌های خشن هست اجرا میشه. شما یک سری یک نواخت که موسیقی نمیسازین، چند تکه های مختلف میسازین که اینا هر جا میخوان میذارن تو اون صحنه ها. حتی ممکنه که یک سکانسی که ما برای اون سکانس زمانگیری میکنیم و موسیقی میسازیم، فکر کنید مثلا یک قطعه موسیقی ما 3 دقیقه باید باشه، ممکنه که توی این 3 دقیقه موسیقی 10 لحن داشته باشه موسیقی ما. یعنی از آرام شروع بشه، بعد به اکشنی برسه، بعد از اون اکشن به یه تنهایی یک آدمی برسه. به هر صورت لحظه های مختلف داره که بر اساس اون تم و تونالیته که ما داریم باید، حالا به قول من سعی میکنم که لغاتی که چون لغاتی توی موسیقی هست که اینها رو وقتی بخوایم ترجمه کنیم باید یه جمله براش مثال بزنیم. مثلا فکر کنید توی لحظه های خاص باید مدولاسیون بکنیم، هارمونی رو طوری باید تغییر بدیم و ضرب آهنگ ها رو طوری باید تنظیم کنیم که با این صحنه ها همخونی داشته باشه و هر صحنه های مشابهش. ما یه بحثی رو شروع کردیم که با این 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت یه ساعت تموم نمیشه. خیلی موسیقی خیلی گسترش داره، به خصوص کار موسیقی فیلم که همراه با داستان و تصاویره، ولی در حد امکانمون چشم. حالا میخوام بپرسم که مهمان عزیزی که همراه خودتون آوردین، ما در این برنامه ها سعی داریم که از 2 نسل استفاده بکنیم. البته شما هنوز زیاد مسن نیستی که بگیم نسل خیلی گذشته، ولی به هر حال ایشون جوانتر از شماست. خودتون ایشون رو معرفی بفرمید. بله، آقای بهرام دهقانیار دوست عزیز من هستن که من به دوستی با ایشون میبالم. نوازنده بسیار چیره دست و آهنگسازی که اخیراً بیشتر برای سریال های تلویزیونی از جمله همسران، خانه سبز و پدرسالار کار کردن. من فقط اینطور میتونم توضیح بدم که ایشون 19 سالشون بود. یک روزی من فیلم تلسم رو کار میکردم که برای اون موسیقی نوشتم که توی کارهای من یک تفاوت خاص رو داشت. آقای آندره آرزومانیان ایشون سفر رفته بودن خارج از ایران و من ناراحت بودم برای که کارهایی که من می‌نویسم با بعد از مترونومی که می‌گیرم برای کارم با پیانو شروع می‌کنم. یعنی برای حالا صداهای شاهد یا نوازنده ها حتما باید روی پیانو کار کنم و سعی می‌کنم آهنگسازیم رو طوری، هارمونی رو طوری می‌نویسم که در شروع حتما از پیانو استفاده کنم. بعد دوستان من 2 نفر پیانیست آوردن که بعد یه جوون بلندبالای من دیدم اومد نشست و اونجا خدمت سربازی رو اون لحظه میگذروندن. کمیشون بودن. بله، اومدن نشستن و بعد از یک آقایی که قبل ازشون نوازندگی کردن، آقای دهقانیار پشت پیانو نشستن و تقریبا همسایه بودیم اون زمان با هم. بعد من دیدم که ایشون ایمپرووایز میکنن، یواشی همون لحظه ابتدای آشنایی، شاید به یک ربع هم نمیرسید، گفتم که شما دارید ایمپرووایز میکنید و واقعا از سریع بودن انگشتای ایشون و اون نوازندگی که واقعا خب شاید که میخوام بگم که 3 نفر 4 نفر در اون لحظه یا هر لحظه دیگه ما مثل بهرام دهقانیار رو نداریم و توی تلسم سرعت بهرام به من خیلی احساس داد که بعد البته آندره از سفر اومد و آندره اون کار رو اجرا کرد برای من. اما به هر صورت من فکر میکنم که بهرام
حالا همیشه میگه که من تو زندگیش یک اثر 1% داشتم، ولی بهرام تو زندگی من مخصوصا توی فیلم تلسم من اثر بسیار مثبتی گذاشت. و بعد از اون حتی با هارمونی که برای تلسم من نوشتم، اون سبک موسیقی رو توی فیلم شاید وقت دیگر برای آقای بیضایی، اون سبک رو من کامل کردم توی کار خودم. خب بهرام خان، شما از ورود به این عالم موسیقی فیلم راضی هستین؟ با سلام خدمت شما، استاد خودم آقای بیات و بقیه دوستان. چیزی که من در این مورد تقریبا میتونم بگم این است که کلن هنر یک ویژگی هایی داره که آدم وقتی واردش میشه به شکل حداقل حرفه‌ای دیگه نمیشه گفت راضی نیست. چرا؟ چون ابعادی از انسان رو ارضا میکنه که خیلی بالاتر از این صحبت هست. خب نه، رضایت منظور این است که الان ایشون هم به مدارجی رسیده که دیگه خب آهنگساز است و موسیقی متن میسازه، ولی یهو از یه فیلمش ناراضیه، یه فیلمش راضی تره. منظور من این بود، نمیگم که اگه ناراضی بودی که اصلا نمیومدین توی کار. از کارهایی که تا حالا کردین رضایت دارین؟ خب خوشحال هستین؟ این چیزی که به قاطعیت میشه گفت این است که خب به مرور زمان از ابتدای شروع یک کار تا سالها بعد مرتب آدم کار میکنه، تجربه بیشتر میاموزه، بیشتر کار قبلیش دوست نداره، کار بعدیش دوست داره. این یه واقعیت هست. به هر حال تکامل تعریفی در جهت تکامل هست. من فقط این رو میتونم بهتون بگم که هر کار جدیدی رو که من شروع میکنم با نگاه به کارهای قبل میبینم که چه چیزهایی رو که میبایست بیاموزم و چه چیزهایی رو که هنوز مونده که بیاموزم. و کلن چیزیست که تقریبا به این جرات میتونم بهتون بگم تجربه چیزیست که فقط مشمول مرور زمان هست. یعنی شما چند سالت الان؟ من 32 سالم هست. 32 سال، یعنی 13 ساله که حرفه‌ای دارین کار هم. آخرین کاری که کردین برای فیلم یا سریال چی بود؟ عرض به حضورتون، آخرین فیلمی که کار کردم موسیقی فیلم آینه هست، ساخته محمد رضا علامی. آخرین سریال هم که کار کردم سریال خانه سبز بوده که چند ماه گذشته آخرین قسمتش پخش شد. بله. به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه. میتونه بالای ساختمون بلند باشه. میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه. میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه. میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه. میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه. میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خوبه؟ بله خیلی. میخوای؟ نه. قشنگه نه؟ میپسندی؟ نه. حلقه چطوری؟ سبز باشه، فقط سبز. ما خوشحال هستیم که جوانها به این کار وارد میشن، زیر بال پیرمردها رو میگیرن و اساتیدی مثل بابک بیات باید کسانی رو داشته باشه تربیت بکنه که یه روزی روزگار اینها بشن بابک بیات و بهتر و بهتر و بهتر، که ما جای خالی هیچگاه حس نکنیم در همه هنرهامون، منظورم هست. انشالله که اینجور آدم ها، اینجور اساتید که با همین راحتی کار، حالا نمیخوام بگم یاد دادن، راه گشادن برای جوانها، خودش این بسیار کار خوبیه. راه گشا بودن خودش خیلی امکانات به جوانها میده. شما الان حرفی ندارید بزنید. من فقط می‌خواستم به یک خاطره خیلی کوچیک اشاره بکنم که من رو انداختن به کار آهنگسازی. خب من از سن کودکی آموزش پیانو رو طبق حالا یه سری مسائلی که تو زندگی پیش اومد شروع کرده بودم و به هر حال داشتم کم و بیش کار تجربی آهنگسازی رو انجام میدادم. این شد تا سال 1365 که بنابر حالا یک ارتباطی به خانم مرضیه برومند اولین کار سریال در حقیقت حرفه‌ای من رو به من پیشنهاد کردن موسیقی برای متن سریال و من قبل از اینکه بهشون جواب مثبت یا منفی بدم زنگ زدم به منزل آقای بیات، از ایشون نظرخواهی کردم، گفتم بابا جان من اولین کار جدی زندگیم به من پیشنهاد شده و من نمیدونم چی جواب بدم، چه بکنم. خب طبیعتاً تا قبل از اون نه کار برای ارکستر سمفونیک نوشته بودم، اصلا تجربه به اون شکل در این زمینه به شکل جدی و حرفه‌ای نداشتم. ایشون به من گفتن برو که پشتت هم، این کلمه شمیش به خیدم میره پشت تلفن. خب من بدونی که این موضوع رو بدونم الان گفتم و این کار شروع شد و وقتی کار تموم شد بردم پلوشون که فقط چک بکنن. من میدونم که ایشون نگاه به پارتیتور نکردن، بستن و من دادم و گفتن که برو که خوب صدا میده. این رفت الان که در خدمت شما هستم و من همیشه مدیونشون هستم این داستان رو. البته بهرام توی 19 سالگی یک پیانیست کامل بود. من برای بهرام شاید که فقط مثل شخصی بودم که مثلا فکر کرده که اگه آتیش حداقل بهرام میتونه من باشه و حد اکثر خیلی من فکر میکنم که حالا جا داره. خب علاقه ای که به این کار داره توی جوانایی که دارن، ایشون هم پیانیست کاملی هستش. وقتی میگیم پیانیست، خب توی به اصطلاح موسیقی سنتی خودمون رو هم وقتی که با پیانو مینوازه زیبا مینوازه، اما خب به اصطلاح مدرن ترین موسیقی ها رو هم با پیانو میتونه بنوازه و میتونه بنویسه. یعنی اشراف کامل داره رو هر سبک موسیقی و من خیلی دوست دارم کار بهرام رو. یعنی وقتی که موسیقیش رو میشنوم فکر میکنم که خب خودم 20 سال جوانتر شدم و دارم میدونی که صحبت که میکنه به همین تندی که صحبت میکنه به همین تندی هم موسیقی مینویسه. ما
خواهشمون از اساتید در هر فنی از فنون این است که همین اخلاق داشته باشن، به جوانها راه بدن، جوانها رو راهنمایی کنن. تجربه آدمهای مسن این کار و نوآوری جوانها محصولش خیلی خوب میتونه باشه، خیلی پر سر صدا میتونه باشه و انشالله که همه تأثیر بکنیم از بابک و این کار رو انجام. قصمه برای خودم، من عمری به این گفتم بابک جون، حالا برای این برنامه هی گفتم استاد بابک بیاد، البته استاد هست درستم گفتم، ولی حالا بابک جون چند سالته؟ من متولد 1325. انشالله که سه برابر عمر با صحت و سلامت بکنی، در استادی پیشرفت بکنی، شاگردان زیادی داشته باشی و چه و چه. توندی بسام بگو کارهایی که انجام دادی، چه سریال چه فیلم سینمایی، همچنین که به ترتیبی یادته بگو. من بعد از انقلاب با فیلم مرگ یزدگرد بیضایی شروع کردم، چند کاست کار کردم، قبل از مرگ یزدگرد کاستی کار کردم به نام قاصدک، بعد از فیلم مرگ یزدگرد فیلم سینمایی فیلم نقطه ضعف رو کار کردم، بعد از نقطه ضعف فکر میکنم که در همون سال ریشه در خون بود، سالهای بعد موسیقی هایی ساختم که مثل تلسپ که قبلا صحبت کردم، سریال افسانه سلطان و شبان، بعد کشتی آنجلیکا کارگردان اون آقای بزرگنیا بود، شاید وقت دیگر دوباره کار آقای بیضایی بود، مسافران کار آقای بیضایی بود و فکر میکنم بیش از 60 فیلم سینمایی کار کردم، شاید 2000 دقیقه 2000 خورده دقیقه موسیقی فیلم میشه بره. فقط این چند سال کدوم یکیشه بیشتر به دلت نشست؟ خب اگه قرار باشه که انتخاب بکنم 10 تاشو انتخاب میکنم. میدونم کدوماش، حالا من گفتم کدوماش. بعضی اوقات یک موسیقی هایی هست آقای نظری که موسیقی فیلم هستش، مثل شاید وقتی دیگر و مسافران، که من سعی کردم تو کار خودم جسارته فقط تو کار خودم عنوان میکنم، مثلا توی مسافران نوع هارمونی که کار کردم و تکنیکی که از نوازنده های زهی و از زهی ها گرفتم، فکر میکنم توی کار خودم 10 قدم جلوتر گذاشتم. توی شاید وقت دیگر فرم هارمونی که به اصطلاح موسیقی دیسونانس و موسیقی به قول معروف آنتیتونال کار کردم، که خب این سبک رو توی مثلا 20 سال پیش سینما هم مثلا آقای برناهم هم کار کرده، اما توی فیلم شاید وقت دیگر این جا رو داشت، یعنی این کارگردان و تصاویر این اجازه رو به من میداد که این سبک کار اون سبک کار بکنم، و فکر میکنم که سعی کردم کاری بکنم که توی مملکت خودمون اگر هم کرده باشن کم اجرا شده باشه. قدر تو میدونن بچه های سینما کارگردان ها؟ برای ماها حالا سن من بیشتر از شما 10-12 سال بیشتر، یه مقدار دیگه پول و اینا مسئله نیست، یه مقدار اینی که بفهمن آدم چی کار میکنه، قدر آدم رو بدونن، این ارضا میکنه آدم، قدر کاراتو میدونن. من احساس میکنم که هم مردم هستن که باعث میشن که من توی کارم اون احساس خاص رو پیدا کنم، تشویق دوستان، تشویق هنرمندا، چون خیلی از اوقات بوده که مثلا فیلم مسافران رو که من براتون صحبت کردم، شاید که من با اینکه قرارداد خیلی خیلی خوبی توی این فیلم داشتم، اما دست‌اندرکارای اون فیلم میدونستن که من حتی بعد از اینکه قراردادم تموم، به اصطلاح رقم قرارداد خرج کردم تموم شد، حتی صدا بردار تو استودیو متوجه شد که انقدر من این کار رو دوست دارم که حالا از وقت خودم، از جونم، از هر چی، از اون چیزی که اسمشو میذارن مادیات، از اون هم من حتی از خودم خرج کردم. ما همیشه این خاصیت داشتیم، ما یادمون هست.
خب بهرام جان بهت میگم، بهرام جان برای اینکه هم سن اون موقعی پیش خودم بزرگتر از اون موقعی هستی که بابک اومد رادیو، ما بهش میگفتیم بابک جان. بهرام جان الان چی در دست تهیه داری؟ کاری که الان شروع کردم موسیقی فیلم سینمایی به اسم تارهای نامرئی، کارگردان شایبالا بهمنی هست. در کنارش آلبومی هست مکمل آلبوم قبلی که یک سال و نیم پیش کار کردم بر مبنای اشعار نیما یوشیج به اسم او را صدا بزن، اومد تو بازار. الان آلبومی است بر مبنای یه سری قطعات روی پیانو و ارکستر، برای پیانو و ارکستر، که والا انشالله تا عید فروردین و تا اردیبهشت نهایتا انشالله موفق باشی. هم خودت که جوان هستی، همین استاد که محبت داره به شما و به همه، هم به ما محبت کرد. آمد باش. شما که حوصله کردید و حرفای ما گوش کردید و با قدردانی از استاد بابک بیات و بهرام عزیز که دعوت ما رو قبول کردن، برنامه امشب رو به پایان میبریم با امید اینکه شما از کار ما راضی باشید و منتظر باشید که در برنامه های بعد باز هم گپ و گفتگویی با هنرمندان دیگر داشته باشیم. خدا نگهدار. هر جا باشم دلم اینجاست، هر چی دارم مال اینجاست، هر جا باشم دلم اینجاست، هر چی دارم مال اینجاست، خونم اینجاست، خونم اینجاست، خونم اینجاست، خونم اینجاست، روزای خوب جوونی پر لطف و مهربون، همش اینجاست، همش اینجاست، همش اینجاست.